خبرهایی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف میهن ادامه میدهیم. مردم بجنورد به نحوه توزیع اهانت‌آمیز سبد کالا و صفهای طولانی اعتراض کردند. اعتراض مردم با مصدوم شدن 3 نفر بر اثر ازدحام جمعیت اوج گرفت. این مجروحان به بیمارستانهای بجنورد منتقل شدند. مردم زنجان روز یکشنبه 20 بهمن در 2 نقطه از محل توزیع سبد کالا علیه این طرح تحقیرآمیز رژیم آخوندی دست به اعتراض زدند. مردم سنندج نیز روز شنبه 19 بهمن در اعتراض به طرح توزیع سبد کالا با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. جمعه شب در خمین در استان مرکزی یک مرد سالخورده که ساعتها در صف انتظار دریافت کالا بود بر اثر فشار جمعیت جان باخت. این چندمین مورد از مرگ هموطنان محروم است که در جریان اجرای طرح ننگین سبد کالا جان می‌بازند. کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان با ایستادگی و اعتصاب غذای خود رژیم آخوندی را مجبور کردند کارگرانی را که چندی پیش دستگیر کرده بود را آزاد کند. در پایان مذاکرات رژیم با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک توافقنامه 7 ماده‌ای به امضای 2 طرف رسید. بر مبنای این توافقنامه رژیم متعهد شد من جمله بندهای زیر را به اجرا در بیاورد: تحویل اطلاعات و اجازه دسترسی به معدن ساغند یزد، دادن اطلاعات و اجازه دسترسی به کارخانه تقلیز اردکان، دادن اطلاعات در مورد راکتور آب سنگین عراق، تحویل اطلاعات و تنظیم بازدید از مرکز لیزر لشکرآباد و دادن اطلاعات در مورد نسل جدید چاشنی‌های ایمن. رئیس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از بازگشت از تهران در فرودگاه وین گفت رژیم تهران قول داده است در مورد چاشنی‌های استفاده شده در آزمایش‌های قبلی شفاف سازی کند. او گفت این مذاکرات اولین مرحله بود. هنوز مسائل زیادی در رابطه با شفاف سازی برنامه هسته‌ای رژیم ایران باقی مانده که باید به آن پرداخت. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، رژیم ایران خاطر نشان می کند این هفته با کارشناسان سازمان ملل همکاری می کند. اما با رژیمی که هنوز هر گونه اقدام به ساختن سلاح اتمی را انکار می کند، باید برای تحقیقات با احتیاط گام برداشت. اگر آژانس در این زمینه موفق شود، تحقیقات هر دم عمیق شونده ای را در موضوعاتی مهم خواهد داشت. یک دیپلمات از یک کشور غربی گفت آمریکا و متحدین غربی وی به یوکی آمانو مدیر کل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تفهیم کردند در شفاف کردن موضوعات مهم مربوط به برنامه هسته‌ای رژیم ایران پیش بروند. دیپلمات دیگری میگوید آژانس در ابتدا اطلاعاتی که حساسیت کمتری دارند را از رژیم ایران میخواهد تا در مرحله بعد وارد جزئیات مسائل مهمی بشود. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد آمانو منتظر است شورای حکام را در جریان آخرین توافق در تهران قرار دهد. او ماه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفته بود زمان آن رسیده است که سوالات سختری از رژیم ایران کرد. خبرگزاری رویتر نیز طی خبری نوشت توافق روز شنبه موضوع مهمی است، ولی این اولین گام است و در گام‌های بعدی باید همه نگرانی‌های آژانس برطرف شود. در سال 2011 آژانس گفته بود تولید و گسترش چاشنی با کاربرد در بمب اتمی توسط رژیم ایران یک موضوع نگران کننده برای آژانس است، ولی رژیم ایران هنوز کاربرد این چاشنی و محل مورد استفاده آن را توضیح نداده است. امیر ترکی فیصل، سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا، در مصاحبه با CNN عادی شدن روابط با رژیم آخوندی را منوط به بیرون کشیدن پاسداران اعزامی رژیم از سوریه عنوان کرد. امیر ترکی فیصل در این مصاحبه به دخالت‌های رژیم ایران در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت اگر شما به موضوعات دیگر مانند لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، بحرین و یمن نگاه کنید، در تمامی این نقاط صحنه‌هایی از دخالت و نقش رژیم ایران وجود دارد. اگر آنها در مورد بهبود رابطه جدی هستند، باید از دخالت در این کشورها خودداری کنند.